همه این حق را دارند که در طول 5 روز وقت از دکتر خانواده خود بگیرند. اما 4 نفر در 10 نفر میگویند که آنها باید زمان بیشتری منتظر بمانند تا وقت دکتر بگیرند. آدم وقتی یک جواب از دکتر خود در رابطه با چیزی که از آن میترسد دریافت میکند، احساس میکند که زندگی دوباره به او هدیه داده شده است. یک چیز کوچکی که از آن میترسی یا زانوی درد داشته باشی. هر وقت من تمرین میکنم که زانوی را خم کنم، احساس میکنم که درد میکند. به همین سبب دکترهای خانواده طبق قانون موظفن که به بیمارانی که مریضی حادی ندارند در طول 5 روز کاری وقت بدهند. شورای بیماران نظر بیماران را پرسان کرده است و نتایج ناامید کننده بوده است. این پژوهش نشان می دهد که به 4 نفر 10 نفر در طول مدت 5 روز وقت داده نمی شود. این خیلی تأسف‌آور است. ما دستورالعمل‌های ملی داریم که راهنمایی‌هایی در رابطه با حقوق بیماران ارائه می دهد. در آنجا به روشنی توضیح داده شده است که قاعده اصلی همان 5 روز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 1 نفر 10 نفر باید بیشتر از 14 روز صبر کنند تا وقت دکتر بگیرند. شاروالی‌ها باید تحت نظر داشته باشند که دکترها در طول مدت مشخص وقت بدهند. شورای مصرف کنندگان معتقد است که این روش به خوبی عمل نکرده است. برداشته ما این هست که اکثریت این مسئولیت را به خوبی انجام نمی‌دهد. درباره چه فشاری صحبت می‌کنیم؟ با وزنهای سبکتر ترمین کردن توصیه است که دکتر به او میکند. به مدت پیشتر 40 سال دکتر بودم. 43 سال به عنوان دکتر کار کردن وقت زیادی است. این تحلیل اوست. ما موظف شده ایم که وظایف بیشتری انجام دهیم که به طور مستقیم به بیمارا مربوط نیست. مثلا اسناد، تصدیق نوشتن و جلسات از کارهایی است که ما انجام می دهیم. این وظایف باعث شده است که ما وقت کمتری برای بیماران داشته باشیم. پس بنابراین ما دکترهای خانوادگی بیشتری نیاز داریم.